سلام بر شما، در فراخبر امشب خوش آمدید در این برنامه. بیشتر از یک ماه از ایجاد کمیسیون ارتباطات با چهره های سیاسی بیرون از کشور سپری شده است. اکنون انس حقانی به طلوع نیوز میگوید که نزدیک به 50 تن به کشور برگشته است. آیا فرایند فعالیت این کمیسیون موفق و مؤثر بوده است؟ و سرانجام در شرایط فعلی امارت اسلامی در پالیسی هایش در حکومتداری و تشکیل حکومت فراگیر برنامه ریزی می کند؟ اینها و بیشتر در فراخبر. برای بحث بیشتر در همین رابطه سید محمد علی رضوانی روزنامه‌نگار و هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان با ما همراه هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، خوش آمدین به بحث امشب. آقای مختار، در دوی حمل این کمیسیون آغاز به کار کرد که شما هم در جریان هستین. یک ماه و 17 روز از فعالیتش گذشت. امروز آقای انس حقانی به طلوع نیوز میگه نزدیک به 50 تن به کشور برگشته. آیا فرایند فعالیت این کمیسیون مؤثر بوده، موفق عمل کرده؟ سلام به شما و از طریق شما به ملت مسلمان، مجاهد و دردیده و رنجیده افغانستان. من معتقد هستم که کمیسیون یک کمیسیون پسیو بود، نه کمیسیون فعال، و فعالیتش هم قابل ملموس نبود و در رأس کمیسیون هم بجز افراد خودشان کسی دیگری وجود نداشت. به لحاظ این کمیسیون را ما یک کمیسیون ملی نمیتونیم خطاب بکنیم. افغانستان به طرف انزوا رفتن است و افغانستان باید از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون شود. این در زمان بیرون میشه که تمام کادرهای افغانستان بلا تبعیض در نظام فعلی افغانستان، یعنی در امارت اسلامی افغانستان، درج شوه و برشان کار داده شوه و از منافع ملی افغانستان در چارچوب منافع ملی افغانستان از اینا کار گرفته شوه. اما متاسفانه که در طول یک ماه و چند روز این کمیسیون به هیچ جای هم نرسید. بهتر این بود که در رأس این کمیسیون افراد متخصص هم می بود تا بفهمه کی در این کمیسیون دعوت میکنه، بجز از یک نفر که دکتر فاروق اعظم، یک کار بسیار مثبت و مفید و موثری بود که اینا در یک پوزیشن و یک مقام برشان داد. جای دیگری که ما کدام کادر را ندیدیم. اگر دیدیم شما کدام لیست دارین ارائه بفرمایید. به هر صورت منافع ملی افغانستان در این شرایط حساسی است که هر چی زودتر امارت اسلامی افغانستان در اولویت های کارهای خود ایره بگذاره که افراد که در افغانستان تحصیل کردن، تعلیم کردن، کادر علمی است، باید در حریکه قدرت و در پست های تخصصی قرار بگیرن. آقای مختار، خب چطور یک کمیسیون باید ایجاد میشد از دید شما، حالا که در این بیش از یک ماه و 17 روز نتیجه میداد؟ حالا نتیجهش چی میتونست باشه؟ به فکر من اولی کمیسیون باید یک کمیسیون ملی درست میشد. در پهلوی از این که علما در این کمیسیون حضور داشت، افراد متخصص و از اقوام دیگر با در این کمیسیون وجود می داشت تا می تانیست یک درب ملی را باز بکنی. کمیسیون باید طرح و استراتژی خود را و مردم خود و ملت خود می گفت که امارت اسلامی افغانستان حاضر است تمام کادرهایی که در افغانستان است یا در بیرون از افغانستان است تحت یک نظام اسلامی دعوت می کنه. اما چنین چیزی نشد. کمیسیون از آغاز کار خود تا حال را کار قابل لمسی و ملموسی که باید مشاهده شود دیده نشده. اولویت امارت اسلامی افغانستان باید در این کمیسیون و افراد را که دعوت میکردن تحلیل میشد، اما متاسفانه که نشد. از این راه که میروی و ترکستان هست، بهتر از امارت اسلامی افغانستان در چارچوب منافع ملی افغانستان، افغانستان را از بحران سیاسی و اقتصادی بکشه. شما میبینین ملت ما دشوار در دمی شرایط مشکلات بست. آقای مختار، گذشت زمان برای امارت اسلامی چی چیز را نشان داد؟ درسی که در این نه ماه، نزدیک به نه ماه میتوان گرفت چی است؟ من فکر میکنم امارت اسلامی افغانستان فرصت خیلی خوب به دست داشت و فرصت های بیشتر و بهتر امروز هم به دست خود دارد.
امارت اسلامی افغانستان بپذیره که امروز در حریکه قدرت هست، تمام افغانستان طالب نیست و تمام افغانستان علما نیست. ملت افغانستان را در چارچوب وحدت ملی افغانستان حفظ بکنه. اولویت کارای مایی است که ما نظام فعلی را هم دیگر توسعه بدهیم و بر یک لوی جرگی ملی اسلامی و افغانی و بین المللی منتشر تا افغانستان هم از انزوای سیاسی و هم از انزوای اقتصادی بیرون شود. طالبان یعنی امارت اسلامی افغانستان کسی که به سرش نقد میکنه یا منعقد است یا سرش انتقاد میکنه بپذیره که هر یک افغان حق دارد صدا و آوا داشته باشه. این نظام اسلامی و امارت اسلامی باید امارت اسلامی تمام افغانستان و تمام مردم افغانستان باشه، نه نظام اسلامی که مربوط و منوط به خودشان است. اگر خواسته باشیم که از افغانستان را از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون بکنیم و سر وحدت ملی افغانستان سرمایه گذاری بکنیم و نفع ملی مردم افغانستان در همی است که ما بتانیم روی یک مکانیزم ملی و استراتژیک بین المللی افغانستان از این انزوا بیرون بکنیم. آقای مختار، شما نمیفهم در جریان هستین صحبتهای آقای متقی را، اونا هم با علما و متنفذین اهل تشیع و تسنن صحبت داشتن، همین موضوع که شما وحدت و همدیگری را صحبت کردین، همدیگر پذیری را، و اونها هم همین مورد مطرح کردن، گفتن خارجی ها بیرون شده و باید فضای اعتماد سازی به وجود بیاید و بین یک فضای برادری در کشور حاکم شود. به همین خاطر گفتند که ما تلاش میکنیم که حکومت خود را هم فراگیرتر بسازیم. خب این کمیسیون کارش ادامه پیدا بکنه، با چه کارشیوه باید پیش بره؟ تا این جای کار، خب انس حقانی هم میگه که تا هنوز کارشیوه نهایی نشده. چطور نگاه باید بکنن پس از یک ماه؟ تجدید نظرات چی میتونه باشه؟ خب این زمینه را کی باید مساعد بسازه؟ این زمینه را کی باید مساعد بسازه و در حریکی قدرت کی نشسته؟ نظام بر دست کیست؟ در حریکی وزارت ها کی نشسته؟ ریاست ها پیش کی است؟ بانک ملی افغانستان پیش کی است؟ کی هست که در سطح جهان از ملت و مردم افغانستان نمایندگی میکنه؟ یعنی امارت اسلامی افغانستان. آیا یا به مسئولیت های ملی خود تا بالا پرداختن؟ آیا کسی که به سرش انتقاد میکنه از اونا پذیرایی کردن؟ آیا تانستن یک میدیای ملی را که به سرش انتقاد کنن او را در انزوا نبرن، این کار را تباره کردن؟ کمیسیون ملی باید افکار ملی و در چارچوب منافع ملی افغانستان مطرح شود. اول از همه، قبل از همه، باید امی کمیسیون اعضایش تغییر تبدیل شد. در این کمیسیون چند تا وزیر است و اونا هم در وزارت‌های خود مصروف است. کی باید کار بکنه؟ چه رقم باید کار بکنه؟ روی کدام مکانیزم باید کار بکنه؟ روی کدام پلتفرم کار بکنه؟ صدایشان برای کی؟ از کی دعوت میکنه؟ ملت خود هر روز بیرون میشه. بنابراین ما در چارچوب از این که به این امارت اسلامی افغانستان مشوره میتیم، از این دفاع میکنیم، در وحدت ملی خود این نظام را میبینیم. بهترینش ای است که امارت اسلامی افغانستان در چارچوب وحدت ملی به این کمیسیون توسعه بده تا تمام مردم افغانستان خود را در چارچوب کمیسیون ببینه و بتانه افتخارانه در دفاع از نظام اسلامی در پهلوی امارت اسلامی افغانستان قرار بگیره. این در صورت میشه که اینا باید دیگه همین کمیسیون را توسعه بده. تا بال خود ما از کسی ندیدیم که در بیرون اینا دعوت کرده باشن. مثلا با صدها کادرهای علمی افغانستان را میشناسم که در امریکا هستن، در استرالیا هستن، در اروپا هستن، در پاکستان هستن، در هند هستن. مثلا کی را دعوت کردن؟ اینا باید افراد را دعوت کنن که متخصص باشن، ولو که با افکارشان و عقیدهشان و نظرشان اختلافات سلیقوی هم داشته باشد. وقتی که شما در حریکی قدرت هستین، از مسائل حربی و نظامی بیرون شدین، حالا برای ملتتان قرار دادن، ملتتان متخصص هست، دکتر هست، انجینیر هست، پروفسور هست، معلم هست، محصل هست، تمام ملت را باید شما در نظر بگیرین وقتی یک فرمان را صادر میکنین. مطمئن باشین که اگر ملت با شما بود، نظام اسلامی افغانستان هم در سطح دنیا از انزوای سیاسی بیرون خواهد. دقیقا همین موضوع که شما مطرح کردین، از تجربه های گذشتم صحبت های داشتین. آقای متقی هم اشاراتی داشتن وقتی میگن در ناروی
صحبت بود با کشورها، اونا میخواستن که حکومت همشمول در افغانستان ساخته شود. پرسش همین بود که خب مدل شما ارائه بکنین، اگر شما مدل کمونیستی را میگین یا مجاهدین را میگین یا نشست بون موضوعیش مطرح میکنین، خب اینا ناکام بوده و آقای متقی میگه که اونا پاسخ داده نتانستن و در ادامه میگه که ما به دنبال دوای هستیم که علاج افغانستان در واقع پیدا شود. و فکر نمیکنید آیا پس از 9 ماه یک تغییرات ذهنی برای مقامات در کابل ایجاد شده باشه برای حکومتداری تغییرات بیارن؟ خب این سوال تقریبا به نظر من یک سوال بسیار جالبه هست و یک کمی خنداور است. کی گفته که اینجا باید حکومت کمونیستی باشه؟ کی گفته که جرگه مثل جرگه بون باشه؟ کی گفته که یک جرگه تحت اثر آمریکا و استرالیا و ایران باشه؟ هیچ افغانی نگفته. افغانها گفته که یک جرگه ملی اسلامی تاریخی ولوی جرگه را ایجاد بکنن، یا کردن؟ نخیر. اینا به جز خودشان باید دیگران را بپذیرند. نوعی به منافع ملی خودشان است. نباید هر روز تیشه را بر ریشه امارت اسلامی افغانستان بزنه. این نظام نظام صدها و هزارها شهید و یتیم و اسیر است. بهتر خواهد بود روی یک مکانیزم ملی و اسلامی و تاریخی کار بکنند. احمد شاه دورانی وقتی لوی جرگه را تعیین کرد، در لوی جرگه افغانستان تمام اقوام افغانستان بود که احمد شاه عبدالی را من حیث شاه افغانستان و بنیادگذار افغانستان مؤثر انتخاب کرد، کسی دیگری خود نبود. آیا امارت اسلامی افغانستان مثل احمد شاه عبدالی و میرویس نیکی کدام لوی جرگی ملی را تعیین کردن که افغانستان مشروعیت داخلی را از مردم افغانستان بگیرن؟ نخیر. بنابراین وقتی که ما روی یک مکانیزم ملی و افکار آقای مختار، امارت اسلامی از برگزاری یک نشست در روزهای آینده سخن میزنن. خب اگر یک نشست باشه خب ما به دیدی خوب میبینم، اما در نشست کی باشه؟ اگر در نشست قرار است افرادی که خود از یاس تمام ولایت جمع بکنن، این نشست هم ناکام خواهد. نشست باید بر تمام معنا ملی باشه، یعنی علمای افغانستان، دکترین افغانستان، پروفسورای افغانستان، خصوصا نماینده تمام اقوام باید در اونجا حضور داشته باشه. نماینده ای که طالب نباشه، در ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، تاجیک ها و تمام اقوام برادر در افغانستان در اون لوی جرگه صدا داشته باشه، آوا داشته باشه، حق نقد داشته باشه، مسائل ملی خود را و زنان هم باید حضور داشته باشه آقای مختار؟ بله بله، طبعا حضور فعال زن در عرصه های سیاست، در تعلیم، تحصیل، در تمام مسائل حق مشروع و حق انسانی و اسلامیشان است. هیچ کسی و هیچ گروهی و هیچ جریانی و هیچ حزبی و حتی هیچ حکومتی باید خود به خود اجازه ندن افراد از حق تعیین سرنوشتشان محروم بسازن. ما تشکر بسیار زیاد تشکر آقای مختار. آقای رضوانی، ما با آقای مختار در مورد تقریبا خیلی از پرسش‌ها را مطرح کردیم، ولی از شما حالا می‌خوایم تحلیلتان را بفهمم. امارت اسلامی در این 9 ماه به نظرتان چه کار کرد در بعد سیاسی مشخص‌تر؟ و اگر بیم که در مورد کمیسیونی که از شخصیت‌های و چهره های سیاسی که در بیرون هستن از اونا میخواستن دعوت کنن، یک کمیسیون ساخته شد. حالا آنس حقانی از نزدیک به 50 شخصیت که به کشور برگشتن از اون سخن میزنن. فکر میکنید در کجا آمدیم، به کجا قرار داریم؟ تشکر از شما. ببخشید از اینکه در میان برنامه تانستیم به شما ملحق شویم. چیزی که خیلی مهم این است که مقدمتا خدمت شما عرض بکنم و او این که هر اقدامی که در افغانستان برای تحکیم صلح و امنیت صورت بگیره و سبب شود که جریان خونریزی متداومی که سالها در افغانستان جاری بوده او جریان متوقف شود، من فکر میکنم که این حرکت نیک و مثبت هست. بله. اگر کمیسیون دعوت و بازگشت شخصیت ها که از سوی امارت اسلامی ساخته شده در این جهت کمک بکنه،
قطعا میتونه مورد تایید مردم افغانستان باشد. اما چند چیز را من فکر میکنم اگر اجازه بدید به ما در رابطه با مسئله بعد دعوت از دیگران و آمدن و بازگشت دیگران در افغانستان باید مورد نظر و توجه قرار بده. چیزی که بسیار مهمه قبل از هر چیز خود ایجاد یک کمیسیون دعوت از شخصیت ها و حتی چگونگی تشکیل آن و افرادی که در آن وجود داره خودش خیلی نمیتونه مسئله مورد بحث باشه. بحثی که بسیار زیاد مهم است در مورد این است که کمیسیون مورد نظر بر مبنای چی چیزی از دیگران و شخصیت ها دعوت میکنه که دوباره به افغانستان برگرده. به نظر ما قبل از این که ما دعوت از دیگران را مورد نظر قرار بدهیم دو نکته بسیار مهم است که بهش توجه بکنیم. یکی این که باید ما اصلاح در ساختار قدرت را باید به وجود بیاریم. وقتی ما از ساختار قدرت صحبت میکنیم معمولا با دو نوع ساختار قدرت مواجه هستیم. یک ساختار قدرت بسته و انحصاری هست و یک ساختار باز و غیر انحصاری هست. ببینید شما اگر شما یک ساختار بسته و انحصاری قدرت را در اونجا داشته باشین اولین مؤلفه چنین ساختار انعطاف ناپذیری و عدم تفکیک قوا هست. یعنی شما در اونجا تفکیک قوا ندارین، قوای مقننه وجود نداره، قوای قضایه وجود نداره، قوای مجریه هم همه قوای دیگر کارش را انجام میدهم و در چنین ساختار طبیعی است که قدرت انحصاری میشه. یعنی قدرت در انحصار یا یک فردی و یا یک گروهی قرار میگیره. انحصار قدرت سبب میشه که نهادهای تصمیم گیری و سیاست گذاری و اجرایی در انحصار فرد و یا یک گروه قرار بگیره و در چنین وضعیتی طبیعی است که ما یک مکانیزمی که در اون مکانیزم توزیع قدرت را تعریف بکنیم وجود نخواهیم داشت، وجود نخواهد داشت. پس بنابراین اگر ما بخواهیم در ساختار، در ساختار قدرت اصلاح را به وجود بیاریم باید قدرت را باز تعریف بکنیم که در باز تعریف قدرت ما اون زمان اولین چیزی را که مورد توجه قرار میدیم تفکیک قوا است. که این در تفکیک قوا هست که قانون مقننه با وضع قوانین قدرت را توزیع میکنه. یعنی این که قدرت به نهادها و اشخاص و افراد توزیع میشه و در روشنایی قانون است که نهاد تصمیم گیری و نهاد سیاست گذاری از هم یا تفکیک میشه و یا در واقع محدودیت های برای این که تا چه حد اختیارات را داره برش مشخص میشه. اگر در ساختار حالا برمیگردیم به مسئله دعوت، حالا اگر در ساختار قدرت اصلاح صورت نگیره و شما از دیگران دعوت بکنید که به کشور برگرده، پس مبنای این دعوت چی هست؟ آیا دعوت به این است که شما بیایید و تسلیم ساختار قدرت شوید که در افغانستان وجود دارم؟ به نظر من چون این یک دعوتی خیلی نمیتونه مورد اقبال و پذیرش دیگران قرار بگیره. این یک نکته. نکته دومی که میخوام اشاره بکنیم باز هم اگر اجازه باشد بس. مسئله دیگر پذیری در مسئله دعوت از دیگران هست. شما ببینید برای اینکه دیگران را بپذیرین اولین چیزی را که باید مورد نظر داشته باشید این است که شما قبول کنید ممکن است کسانی در جامعه وجود داشته باشد که با شما اختلاف نظر وجود داشته باشد، با شما در خیلی از مسائل مخالف باشد. شما اگر از دیگران دعوت میکنید این اختلاف نظر را و این مخالفت ها را باید به رسمیت بشناسید. اگر به رسمیت نشناسید در واقع شما
دیگران را حذف میکنید. با حذف دیگران دعوت از دیگران، دعوی از دعوت به تسلیم خواهد بود و این دعوت به تسلیم به نظر من قابل قبول نیست و مورد اقبال قرار نخواهد گرفت. بسیار تشکر. آقای مختار، چطور زمینه سازی شود؟ صحبتهای آقای رضوانی را هم شما حتما شنیدین و آیا یک میانجیگر نیاز است؟ یک تیم ثالث بالخیر نیاز است؟ من با قسمتی از صحبتهای برادر ما موافق هستم، اما این که ما شرایط افغانستان را و در شرایطی که ما قرار داریم میره باید در نظر بگیریم. افغانستان در یک شرایط بسیار دشوار قرار دارد. اگر ما بریم به سر قوای مقننه و مسائل قوانین و مسائل ملی صحبت بکنیم، افغانستان دیگه هم با بحران میره. بهترین روشی است که کمیسونی که تعیین شده، این کمیسون باید به تمام معنا ملی باشه و به تمام معنا در این کمیسون افراد تمام اقوام باید حضور داشته باشه. این کمیسون نباید تنها در این کمیسون در رأسش طالبان باید باشه، باید در این رأسش تمام اقوام و تمام احزاب و افکاری که با نظام فعلی مشکل داره باید در تشکیل این کمیسون دست فعال داشته باشه تا بتانه مردم به سر ملت خود و برنامه خود و امارت افغانستان اعتماد بکنه. آقای رضوانی، رای حل ها در کوتاه مدت که نتیجه بده چی است؟ جمع بندی میگیرم. من فکر میکنم که صرفا با تشکیل کمیسیون و حتی این تشکیل کمیسیون اگر به صورت وسیع و گسترده تشکیلم شود، خیلی نمیتونه راهگشای مشکل فعلی افغانستان باشه. ما در مورد افغانستان نباید به راه حل های موقت و کوتاه مدت فکر کنیم، ما باید به مسائل دراز مدت و طولانی مدت فکر کنیم. مشکل افغانستان مشکل 44 سال است که وجود داره، پس بنابراین این مشکل با تشکیل یک کمیسیونی که اون کمیسیون مبنای عمیق و جدی در بعضی از مسائلی که پیشتر خدمت شما عرض کردم مثل اصلاح قدرت، مثل دیگر پذیری وجود نداشته باشد، خیلی توفیقی نخواهد داشت. بسیار زیاد تشکر. آقای مختار، پیشنهادهایی که شما میکنین پس از این باید روی از او تمرکز شوه، اولویت بندی شوه، چی چیز است؟ به نظر ما ببینین، اگر ما قرار است روی هر کمنت یک کمنت بتیم، نمیتونیم پیام خود را بتیم. در کل امارت اسلامی افغانستان به سر منافع ملی افغانستان و وحدت ملی افغانستان کار بکنه. اگر در این وحدت ملی افغانستان حتی نیم قدرت امارت اسلامی افغانستان را به اقوام دیگر داده شود، این به نفع و منافع ملی افغانستان است. افغانستان در طول 40 یا 43 سال جنگ هایی که برای ملت ما تحمیل شد و اینجا جنگ ها را دیگران تحمیل کرد، یگانه راه نجات مردم ما وحدت ملی است و پذیرفتن یک دیگر خود با سلیقه‌های مختلفی که داریم منافع ملی ما. بسیار زیاد تشکر. آقای رضوانی، پیشنهادات شما. چیزی که با عنوان پیشنهاد خدمت شما عرض میکنم این است که من تایید میکنم که دیگر پذیری و دیگران پذیری اصل بسیار عمده و اساسی هست. دیگر پذیری در زمان امکان پذیر است، در زمان نماد عینی و واقعی پیدا میکند که شما اصلاحات دیگر را، من جمله اصلاحات در ساختار قدرت و توزیع قدرت را بپذیریم. و اگر توزیع قدرت پذیرفته نشود، مفهوم دیگر پذیری هم خیلی معنا و مفهوم پیدا نمیکنه. پس بنابراین ما هم در مورد پذیریش دیگران باید با دقت فکر کنیم و عمیق فکر کنیم و هم در مورد بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز، سید محمد علی رضوانی روزنامه‌نگار، هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان. خوش آمدین. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. شب بخیر.